17 نویبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امام علی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی مردم و تکان بخشیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با سفر کوری به ولایت سوغ تشریف آوردند. بازدید کوری سروری دولت محترم امام علی رحمان از شهر استرافشان آغاز یافت. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نخست بنای تعلیمی و خوابگاه مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر استرافشان را افتتاح نمودند. این شو در زمینه سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب گروه صاحبکاران بنیاد یافته دسترسی یتیمان را به تحصیل با صفت تامین می سازد. مؤسسه ما که یکی از مؤسسه های صدمه‌وی به حساب می رفت و شرایط خوبی تعلیم را دارا نبود، امروز با فیض قدوم جناب عالی دارای تمام شرایط های زمانوی برای تحصیل به استفاده داده شد. این برای تعلیم خوب خوانندگان سطح دانش آموزی آنها زمینه می گذارد. بنای تعلیمی با 16 سیمخانه مجهز با لوازم تخانش طرح مواصر داشته، در آن برای 520 خواننده شرایط خوب تحصیل فراهم آورده شده است. فعالیت کتابخانه های الکترونی و انعنوی، کابینت های فنی و سیمخانه های کامپیوتری پیوست با شبکه اینترنت با تشکل دانش و معنویات خوانندگان مساعدت می نماید. در مجموع 20 نفر آموزگار و مربی های صاحب تخصص می توانند دانش و هنر، استعداد و احساس خودشناسی تربیت گیرندگان را در شرایط مساعد تقویت بخشند. این شوت ورزشی که جوابگو به طلبات بنیاد شده است، به ترغیب طرز حیات سالم و جلب خوانندگان به مشق و تمرین زمینه می‌گذارد. زندگی تربیت گیرندگان در خوابگاه دارای شرایط سطح بلند انتهای تشویش و نگرانی آنها شده، به کمالات آنها در محیط سالم زمینه می‌گذارد. سرور دولت محترم امام علی رحمان برای فراهم آوردن شرایط بدوباش و تعلیم و تربیت در مکتب اینترنت شهر استرافشان با گروه صاحبکاران اظهار سپاس نموده، اقدام آنها را نمونه عالی انسان دوستی و جانبداری از سیاست اجتماعی رهبری دولت مانیدوت کردند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امام علی رحمان 4 انشاءات سوهای معارف را که در شهر و ناحیه های استرافشان، پنجکند و کوهستان مسجاهی ولایت سوغ ساخته شده است، طریق فاصلوی افتتاح نمودند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 در دهات گلسرخ شهر استرافشان از جمله آنها میباشد. مؤسسه دارای 11 سیمخانه و دیگر انشاءات یاری رسان بوده، برای به تحصیل فرا گرفتن 500 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. ما کودکانی خوشبخت، ما کودکانی آزاد، گویم از دل و جان خوش آمدید بابا جان. 30 نفر آموزگار صاحب تخصص می توانند روند تحصیل خوانندگان را در شرایط سطح بلند به راه مانند. افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 در دهه پروین دهات وروی شهر پنجکند نورسایی جای نشست و دیگر مشکل سمت تحصیل در دهات مذکور را برطرف نمود. این شو دارای 12 سیمخانه بود و در آن امکان به تحصیل فرا گرفتن 320 خواننده در دو بست وجود دارد. بنای ایلوواگی تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 94 که در دهات مغیان شهر پنجکند از جانب سروری دولت به طور فاصلوی افتتاح یافت، صفت تعلیم و تدریس خوانندگان را باز هم بهتر می نماید. بنای ایلوواگی تعلیمی در زمینه دستور و هدایت های سازنده پیشوای ملت بنیاد شده، دارای 6 سیمخانه می باشد. به همین طریق در شهرک مهران نویه کوهستان مسجد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 افتتاح یافت. این شاد با طرح زمانوی ساخته شده، دارای 20 سیمخانه مجهز با ایونیت های خونش می باشد. با بنیاد مؤسسه نوی سوهای معارف امکان است که 1280 خواننده در دو بست و در شرایط مساعد به تحصیل فرا گرفته شوند. بنیاد 4 انشاءات سوهای معارف که از جانب سروری دولت محترم امام علی رحمان طریق فاصلوی افتتاح شد، با تاسیس زیاده از 100 جای کاری نو و برای در شرایط خوب با تحصیل فرا گرفتن زیاده از 2000 خواننده در دو بست در ولایت سوغ مساعدت می نماید. سپس پیشوای میلاد محترم امام علی رحمان با یک گروه کودکان و نورسان یتیم ملاقات نمودند. توجه به حل مشکلات و در محیط سالم به وجود رساندن کودکان یتیم و بی‌پرستار در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان موقع محوری دارد و ما نمی‌گذاریم که شما لحظه خود را به کس و تنها ببینید، تاکید داشتند پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان. دانش دلی پیر برنابود، بیاموز و بشنو زهر دانشه، بیاوی زهر دانشه رامشه. من محکم و مقدس خامنده سنفی سی این بارگاهی معرفت بوده، از اقدام معرفت پرورانه و انسان دستانه شما بابا جانی عزیز، جهتی به هر یک خاندان تحفه نمودنی کتاب شاهنامه بی زوال به وجد آمده، داستان را با آزمونی
در شهری کرمانشاهی ایران برگزار گردید. از رای نمینتی بهترین شاهنامه‌خوانی جوانی خارجی قرائت نموده سزاواری شاه جایزه گردیدم. بابا جانی عزیز، از تجلی رای شما دنیای ما کودکان جلوی تازه گرفته و بینای نوی ما باز هم زیبا و گلپوش گردید. از غمخواری های شبانه ریزی شما پدری معنوی ما دائما برخوردار بوده، شکرانه می کنیم که ما سرزمینی بهشت آسا زندگی داریم. روش مقدس مقدس نوم زیرو چقدر دونیان سپس رهبری دولت محترم امام علی رحمان با 120 نفر نورسان جوانان نیازمند مجموعی سر و لباس، شیرینی و مبلغ‌های پولی تقدیم نموده از آنها آموزش علم و هنر مطابق به زمان معاصر را طلب کردند.